پول امروز نیاز اصلی بشر را تشکیل می دهد. اما در مورد کسانی که کار می کنند و مزد ندارند چی فکر می کنید؟ جوانان زیاد در اتریشان که کارهای رضاکارانه می کنند و هدف بالاتر از مزد دارند. توجه کنید به داستان زندگی یک پناهجوی زن در اتریش که 2 روز در هفته برای کمک به زنان دیگر فعالیت رضاکارانه می کند. ستاره ها با طلوع آفتاب می خوابند و محو می شوند. اما این ستاره برعکس می درخشد و از پله ها بالا می رود. او را تا دفتر کارش همراهی می کنیم. کاری که برایش مزد ندارد. ستاره 25 ساله پناهجوی افغانی ایرانی با اشتیاق تمام 2 روز را در هفته برای کارهای خیریه اختصاص داده و به منظور کمک به زنان دیگر پناهجو در دیاکونی آمده و فعالیت می کند. شاید سختیه که من تو سال اولی که اومدم توی کشور با همه چیز برام غریبه بود، باعث شد که یه انگیزه برای من بشه که بیام تو همچین ارگانی فرایویلی کار کنم تا بتونم به مردمی که تازه وارد کشور شدن یا اینکه تو این کشور بودن و هنوز اطلاعات ندارن که یه همچین ارگانی هست برای کمک، بهشون بفهمونم که هستن همچین ارگانی و خودتون رو بندازید توی جامعه تا بتونید بفهمید که کجا چه چیزی هست و کی میشه از این ارگانا استفاده کرد. در شرایطی که پول به دغدغه اصلی زندگی آدم‌ها بدل شده، کارهای رضاکارانه برای خیلی‌ها معنای چندان ندارد، اما ستاره تعریف دیگری از این نوع کارها دارد. هر فردی خودش بستگی داره که از چه دیدگاهی با چه انگیزه ای میخواد بیاد تو این کار کنه. بهم یه حس خوبی میده وقتی میبینم یه نفر تازه اومده وارد این کشور به کمک نیاز داره و من میتونم کمکشون کنم، احساس آرامش میکنم و همیشه افسوسی نمیخورم که چرا من زودتر با یه همچین ارگانی آشنا نشدم که بتونم اوایل کمکی به خودم بکنم و به بقیه. بر اساس گزارش فرایویلیگن بریک در سال 2019 حدود 3.5 میلیون تن در سراسر اتریش مصروف کارهای داوطلبانه اند. اینجا سالون زیبای شهرداری وین در ماه اکتبر میزبان برگزاری نمایشگاهی بود که هدف آن را آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه با کارهای داوطلبانه تشکیل میداد. این گونه نمایشگاه ها همه ساله تحت عنوان فرایویلیگ میسی در اتریش برگزار می گردد. در این نمایشگاه 86 نهاد غرفه های معلوماتی خود را به نمایش گذاشتند تا برای علاقمندان در مورد پیشکش ها و زمینه های کارهای داوطلبانه در نهادهایشان معلومات ارائه کنند. فرایویلیگ آبید است آخین گسونتهتسفردنده فاکتور گراده فر ایلتره منشن. Lieber mit anderen in Kontakt bei der freiwilligen Arbeit als ganz alleine zu Hause sitzen. Und das ist gut für das Herz-Kreislauf-System. Das hilft vor oder beugt psychischen Krankheiten vor. خانم هدیه حسینی یکی از علاقمندان کارهای داوطلبانه است که امروز از این نمایشگاه دیدار می نماید. از او پرسیدم که چرا علاقمند به این نوع کارهاست. من فکر میکنم که این داستان کار داوطلبانه برای بعد از اینکه میخوایم وارد بازار کار بشیم، نوشتن CV یا حالا لبنسلافی که مینویسیم یا هر چیزی که مینویسیم خیلی مفیده و برای دولت اتریش مهمه که ما یه کار اجتماعی کردیم و به صورت رایگان حالا یه سری خدماتی رو انجام دادیم. فرهنگ رضاکارانه در کشورهایی چون افغانستان و ایران رشد چندان نکرده است، اما بعضی از پناهجویان در کشورهای میزبان دوست دارند که در کارهای رضاکارانه سهم بگیرند. فرهنگ رضاکارانه حس مثبت و مؤثر بودن را در شخص تقویت و انگیزه افراد را برای کمک به هم نوعانش بلند میبرد. ستاره از این که این مسیر را انتخاب کرده خوشحال است. میگوید تنها چیزی که بخوام مثلا به بقیه که دارن این ویدیو رو میبینن بگم اینه که سعی کنن واقعا از این ارگانه که هست استفاده کنن، چون خیلی فورتایلای خیلی 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 زیادی دارن که اوایل با یکی دو بار شرکت کردن توی ورکشاپ های مجانی توی برنامه های این مدلی متوجه نشن، ولی رفته رفته میبینن که آره خیلی میتونه کمکشون کنه، چه به زبان، چه به موقعیتشون، چه به آیندهشون، به همه چیز میتونه کمک کنه و یه فورتایل بزرگ باشه. بانک کارهای رضاکارانه مزد در قبال ندارد، اما فرصت خوبه برای پناهجویان است تا از یک طرف به روند ادغامشان در جامعه میزبان ادامه دهند و از سوی دیگر تصویر مثبت از جامعه مهاجرت به جا بگذارند.